اگر در فکر و اندیشه زندگی سالم هستیم، به دنبال رویای خدا هستیم، هدفی که خدا برای ما داشته، پس من نیز سهمی دارم. نمیتونم فقط بشنوم نسبت به اون موضوعات. گاهی فقط ادعا میکنیم وقتی که ما اکتفا به شنیدن میشنویم تعلیم رو، اما تعلیم پذیر نیستیم. فقط ادعا میکنیم که ما کینه و نفرت نسبت به کسی نداریم. و تصور بر این میده که همین که عنوان میکنیم ما کینه و نفرت نداریم، پس ما شخص رو بخشیدیم. پس بنابراین همه چیز به همین راحتی تمومه. اما اعمال ما و رفتار ما نوع دیگه رو نمایش میده. حتی صحبت‌های ما، حتی حالت نگاه‌های ما نشون میده شخص با کینه زندگی میکنه، با نفرت زندگی میکنه و یا نه. پس بهتره که سر خودمون کلا شرعی نذاریم و دیگران هم فریب ندیم. اگر نتونستی ببخشی، از متخصص استفاده کن، از کشیشه، از معلمین استفاده کن. اما اگر بخشیدی، باید ثمرش رو ما نیز ببینیم. شاعر میگه ما از این پاکدلانیم، ما از این پاکدلانیم که به کس کینه نداریم. خیلی عالیه، این شاعر گفته. شهریست پر از دشمن، یک دوست نداریم. چی شد؟ خود همین شاعر ضد و نقیض داره صحبت میکنه. در اصل وجودش پر از کینه است، نه به یه نفر، نه به دو نفر، به تمام افراد توی شهر کینه داره. ادعا میکنیم که بخشیدیم، اما اعمالمون، حتی سخنانمون، حتی شعرمون، اگه اشعار فارسی اینگونه داره خودش رو پیدا میکنه، وای از طرف شعران هست، وای به حال مردم عام. چگونه میخوان کینه و نفرت خودشون رو پنهان کنن اگر شاعری اینگونه اعلام میکنه؟ عزیزان، پس نمیتونیم پنهان کنیم. اجازه بده آنچه را که دلت رو گرفته به عنوان یک کینه و نفرت، اون توی بخشش قرار بگیره، قبل از اینکه به تو و دیگران نیز آسیب برسونه. و یه روزی رسوا میشه. کینه رو پنهان نکن، نفرت رو پنهان نکن، باید شفا بگیری. حتی اگر ادعا کنی، ادعات نیز لو خواهد رفت. بعد از یک مهمانی در بین افراد خانواده و دوستان، برادر کوچیکو میکنه برادر بزرگترش، میگه با این حرفات آبروی منو بردی. این چی بود گفتی؟ گفت چی گفتم عزیزم؟ منظورش گفت خب بعد جلو همه من گفتی احمد. گفت آخ منظورت میخوام، ببخشید من فکر نمی کردم یه رازی که باید بین خودمون دو نفر بمونه. بهش میگن لغاز دیگه. بعد پس هوشیار باشیم. اگر ما واقعا به موضوع بخشش رسیده باشیم، هوشیار هستیم که جملاتی که میگیم باعث رنجش دیگران نیز نشه، حتی در زمان اینکه ادعا داریم میکنیم داریم میبخشیم.